بسم الله الرحمن الرحیم. بچه گل تاملند سلام، خدا قوت. من مرادی هستم، مدرس درس زیست شناسی. امروز میخوایم راجع به یکی از جذابترین فصلهای کتابتون صحبت کنیم. در واقع شاید یکی از جذابترین موضوعاتی که در بدن جانداران میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. این صدا رو گوش کنید بچه ها. آشناس براتون؟ شاید وقتی تا به حال پدر مادرتون رو بغل کردین و سرتون رو روی سینه‌شون گذاشتین، این صدا به گوشتون خورده باشه. در واقع این صدا صدای دلنشین قلب هست، درسته؟ صدای بسیار دلنشینی که نشون میده تا وقتی هست زندگی جریان داره. قلب یکی از اندام‌های بسیار مهم مربوط به دستگاه گردش مواد هست. در واقع صحبتی که ما میخوایم در فصل 14 به اون بپردازیم. بریم ببینیم توی فصل 14 چه خبر هست. در فصل 14 با عنوان گردش مواد ما میپردازیم به اهمیت و وظیفه این دستگاه، اهمیت و وظیفه این دستگاه. یه صحبت جزئی در مورد این اهمیت و وظیفه این دستگاه انجام میدیم. بعد میریم سراغ اجزای این دستگاه. اجزای این دستگاه شامل قلب، رگ‌ها و خون هست. در قسمت اول که میپردازیم به قلب، ساختمان اون رو بررسی میکنیم و به صورت جزئی تر میپردازیم به حفراتش، دریچه‌هاش و رگ‌های قلبی. در قسمت بعدی میپردازیم به عملکرد قلب. بخش دوم دستگاه گردش مواد رگ‌ها هستن که شامل سرخ رگ‌ها، سیاه رگ‌ها و موی رگ‌ها هستن و بخش سوم خون هست که معرف حضور همتون هست دیگه. حداقل دیدین که یه جایی از بدن زخم بشه و خون از جای زخم بیرون بیاد، که خون شامل یاخته های خونی و خوناب یا پلاسما هست. یاخته های خونی هم خود شامل یاخته قرمز، یاخته سفید و گرده یا پلاکت هست. فقط بچه گل من اینجا یه نکته بهتون بگم. ما سرخ رگ داریم، سیاه رگ داریم و موی رگ داریم. شاید این تصور در ذهن بعضی ها باشه که ما توی بدنمون یه سری رگ هایی داریم که به رنگ سرخ یا قرمزن و یه سری رگ هایی داریم که به رنگ سیاهن. نه، همین الان این تصور رو از ذهنتون بیرون کنید. همچین خبری توی بدن ما نیست. ما رگ‌های سرخ و قرمز یا رگ‌های سیاه تو بدنمون نیست. بعدن که رسیدیم راجع به این رگ‌ها صحبت می‌کنیم که چی هستن و کی هستن و چی کار می‌کنن. خب، طبق قولی که دادیم ما اول یک صحبت در مورد اهمیت و وظیفه دستگاه گردش مواد توی بدن انجام بدیم. توی فصل 12 و 13 اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که یاخته ها و سلول ها نیاز دارن که مواد غذایی رو بگیرن و مواد زائد رو دفع کنن و از خودشون دور کنن. در واقع چیزی که ما میخوایم اینجا بگیم قضیه تبادل مواد هست، درسته؟ تبادل مواد. حالا تبادل مواد در بدن جاندار به چه صورتهایی اتفاق میفته؟ بستگی داره. بستگی داره که اون جاندار ما تک یاخته باشه یا پر یاخته باشه. اگر تک یاخته باشه که دیگه این حرفا رو نداره که یه دونه یاخته و یه دونه سلول از سطح بدنش جذب میکنه موادی که لازم داره رو و از همون سطح بدنش که همون یه یاخته هست دفع میکنه. ما هم که تک یاخته ای نیستیم، خدا شکر، میذاریم کنار، میریم سراغ موجودات پر یاخته ای. همینطور که از اسمش برمیاد موجودات پر یاخته ای بدنشون از تعداد زیادی یاخته و سلول تشکیل شده و خیلی واضح هست که ما اینجا تبادل مستقیم رو مثل موجودات تک یاخته ای نداریم و همه یاخته ها در ارتباط مستقیم با محیط نیستن. بنابراین باید یه دستگاه این وسط بیاد که این کار رو به عهده بگیره. چیکار کنه؟ مواد لازم رو از محیط جمع کنه، بیاره در اختیار یاخته ها قرار بده، اون وقت مواد دفعی رو از یاخته های مختلف بگیره بره به محیط پس بده. این دستگاه عزیز و دوست داشتنی دستگاه
گردش مواد هست که این وظیفه مهم رو به عهده گرفته. شکل پایین رو بچه با دقت ببینید که تو ذهنتون موندگار بشه. ببینید اینجا ما شکل دستگاه گردش مواد رو تو مرکز گذاشتیم، درسته؟ که قلب و خون و رکا دیگه براتون معرفی شده است. اینجا میبینید که با دستگاه‌های مختلف در ارتباط و تعامل هست. دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه دفع مواد و دستگاه‌های دیگه. دستگاه گوارش زحمت کشیده، توی فصل 12 خوندیم دیگه، زحمت کشیده مواد غذایی رو هضم کرده، آماده گذاشته. دستگاه گردش خون میره این مواد غذایی رو ازش تحویل میگیره و پخش میکنه بین یاخته‌ها. ببینید چه کار مهمی؟ یا میره از دستگاه تنفسی که یه اکسیژن خوب و تر تازه به ما وارد بدن ما کرده رو دستگاه گردش خون میره ازش میگیره، دستگاه گردش مواد میره ازش تحویل میگیره و به یاخته های مختلف تقسیم میکنه، یا مواد دفعی رو میبره به کلیه ها تحویل میده تا اون از بدن دفع کنه و همچنین دستگاه های دیگه. پس میبینیم بچه های گل که دستگاه گردش مواد بین دستگاه های مختلف بدن و قسمت های مختلف بدن یه پل ارتباطی زده، درست شد؟ اونم به خاطر ماهیتی که داره این کار رو میتونه انجام بده. حالا بریم ببینیم این ماهیتی که میگیم چی هست. ببینید دستگاه گردش خون ما یا دستگاه گردش مواد ما چه ماهیتی داره که میتونه این کار بسیار مهم رو به این خوبی انجام بده. اولا اگر قرار باشه این دستگاه به قسمت‌های مختلف سر بزنه، پل ارتباطی بزنه، هی از این ور بره اون ور بدن، باید یه قسمت جاری، سیال و مایعی داشته باشه، درسته؟ قبول دارید که در واقع این قسمت مایع بتونه به همه قسمت‌ها سر بزنه و حسابی بازیگوشی کنه. این قسمت رو بچه‌ها میدونید چیه در دستگاه گردش مواد دیگه، یکی دو بار بهش اشاره کردیم. بله این قسمت در بدن ما خون هست. پس خون همون مایعی هستش که در دستگاه گردش خون میتونه به قسمت‌های مختلف سر بزنه، مواد مختلف رو با خودش حمل کنه، حالا چه مواد لازم چه مواد دفعی، و بتونه ارتباط رو برقرار کنه. این رو بگم بچه‌ها در گوشتون که خون در بیشتر جانوران وجود داره ولی در بعضی از جانوران مثل ستاره دریایی ما خون نداریم، بلکه در اونجا آب وجود داره، ولی مهم اینه که همون آب هم چیه؟ مایع هست و میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا ما خونی داریم که قرار تو بدن جابجا بشه، قرار نیست که این تو بدن پخش و پلا بشه، قراره توی سیستم لوله کشی مجهز و حسابی جریان پیدا کنه. اون سیستم لوله کشی تو بدن ما چیه؟ بگید. بسیار عالی، رگ‌ها هستن، درسته؟ بگم بچه‌ها این سیستم لوله کشی و رگ‌ها در بدن ما با همدیگه در ارتباطن و کاملا به همدیگه پیوسته هستن. حالا بعد میگیم چرا. خب پس ما خون داریم که توی رگ‌ها جریان داره، باید یه چیزی باشه که این خون رو در این رگ‌ها به جریان بندازه، در واقع یه نیرویی که این خون رو توی رگ‌ها هل بده. این نیرو رو کدوم عضو فراهم میکنه؟ در واقع این کار به عهده یه پمپ بسیار عزیز و دوست داشتنی هست به نام قلب. پس ما چی داریم بچه گل؟ خون داریم که درون رگ‌ها جریان داره و نیروی به جریان انداختنش هم توسط پمپ و تلمبه به نام قلب فراهم میشه، درست شد؟ خب اینجا بچه‌ها این که گفتیم به هم پیوسته هستن، قضیهش این هستش که وقتی قلب خون رو داخل رگ‌ها به جریان میندازه، این رگ‌ها به هم پیوسته هستن و باید خون رو دوباره به قلب برگردونن. ببینید بچه گل، شاید این صحبت‌هایی که ما کردیم در مورد مایع و سیستم لوله کشی و پمپ و اینا یه چیزایی رو تو ذهن شما شبیه سازی کرده باشه، که اگر شبیه همچین تصویری باشه همچین بی جا هم نیست. اون آبی که ما در منزلمون استفاده میکنیم از مرکز تصفیه‌ای میاد که شاید کیلومترها از ما دور باشه. اونجا تو اون مرکز تصفیه آب اولا وارد لوله های خیلی بزرگی میشه که قطعا اون لوله بزرگی وارد خونه ما نمیشه، بلکه انشعاباتی اتفاق میفته، وارد لوله های کوچیکتر میشه، همینطوری هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه تا اینکه یه انشعابش وارد ساختمون ما میشه، دوباره از اون یه انشعاب وارد خونه ما میشه، تازه توی خونه هم منشعب میشه، یکیش میره آشپزخونه، یکیش میره
شوفاژ یکیش میره حموم و شما میتونید این آب گوارا رو بنوشید که حالا مثل این آقا یا خانوم آب رو هدر ندید. خب حالا اون آبی که مصرف شد یه قسمتش در واقع به صورت فاضلاب جمع‌آوری میشه، لوله های حموم و آشپزخانه اینا دوباره به هم میپیوندن، با لوله های فاضلابی همسایه یکی میشه، هی بزرگ و بزرگتر میشه تا اینکه از طریق لوله های خیلی بزرگی فاضلاب میره به مرکز تصفیه. خب اینجا که یه سری کلیاتی در مورد دستگاه گردش مواد گفتیم، دیگه حالا وقتشه که راجع به اجزای اون صحبت کنیم. شاید نقشی که الان قلب در زندگی روزمره ما داره در این حد باشه که ما برای ابراز علاقه از اون استفاده کنیم، یا از این گوسفند دوست داشتنی دل و جگرش رو کباب کنیم و بخوریم. وقتی ما اینجا میگیم دل و جگر، این دلی که اینجا راجع بهش صحبت میکنیم در واقع قلب این موجود دوست داشتنی هست که در واقع یه غذای لذیذ گوشتی هست که خیلی هم مغذیه. حالا بریم یه خورده علمی تر و تخصصی تر صحبت کنیم. بریم بگیم که قلب از لحاظ علمی چیه در واقع و چه ساختمانی داره. قلب بچه همینطور که گفتیم یه تلمبه یا پمپ هست، یه تلمبه یا پمپ هست که تو خالیه یا تو پر، باید بچه ها تو خالی باشه، توی شکلم کاملا مشخصه که اگر تو پر باشه به درد کار ما نمیخوره. خب جنسش چیه بچه ها؟ الان تو اون دل جگر گوسفند صحبت کردیم، آفرین به اونایی که میگن ماهیچه ای هست، بله ماهیچه ای یا عضلانی. پس جنس ماهیچه یا عضلانی داری که همون باعث میشه که اون گوشته خیلی لذیذ و خوشمزه بشه. شکلش چیه بچه ها؟ داری توی شکل میبینید یه شکل مخروطی داره که در واقع یه نوک تیز داره که این نوک تیز تمایل پیدا کرده به سمت چپ بدن. خب پس یه شکل مخروطی داره. وزنش حدود 300 گرمه در یه فرد بالغ. جایگاهش جایگاه خیلی خوبی خدا براش تعریف کرده، درون قفسه سینه بین دو تا شش، یه جای حسابی گرم و نرم که آسیب نبینه. پس تو قفسه سینه بین دو تا شش، قفسه سینه بین دو شش، و گفتیم کمی مایل به بگید چپ. خب تعداد حفراتش رو بچه جون بیاییم بشمریم. دو تا حفره در پایین، دو تا حفره در بالا، جمعا میشه چند تا؟ 4 تا. بسیار عالی. خب حالا بریم باز دوباره خورده اختصاصی تر بررسی کنیم و اسمشونم بذاریم. ما گفتیم دو تا حفره در بالا داریم و دو تا حفره در پایین. حفرات بالا رو بچه های گل میگن دهلیز و حفرات پایین رو میگن بطن. پس دو تا دهلیز بالا، دو تا بطن پایین. اگر دقت کنید ممکن این سوال براتون پیش بیاد که کاملا هم حق دارید که چرا بطن سمت راستی اسم چپه، بطن چپ بهش میگن، یا این سمت چپیه رو چرا بهش میگن بطن راست. بیاییم با همدیگه یه نقاشی بکنیم با اون کاغذ قلم هایی که همیشه میگم کنارتون باشه. یکی از اون نقاشی دوران بچگیمون رو انجام بدیم. یه سر میکشیم، یه تنه میکشیم، دو تا پا و دو تا دست، درسته؟ یه قلب برای این فرد میکشیم، همینطور که گفتیم تو قفسه سینه و متمایل به سمت چپ. خب کتاب چی گفته؟ گفته که اینجا ما بطن چپ رو داریم، اینجا بطن راست رو داریم، اینجا دهلیز راست و اینم دهلیز چپ، درسته؟ خب حالا ما میخوایم از خود این فردی که قلبو براش کشیدیم، از خودش میخوایم که در واقع حفرات قلبشو به ما نشون بده. چیکار میکنه؟ میگه این بطن راست منه، داره روی بدن خودش نشون میده دیگه، و میگه این بطن چپ منه.
یا میگه این دهلیز راست منه، این دهلیز چپ منه. پس بچه گل دقت کنید، راست و چپ بودن بر اساس در واقع شمای بیننده تعیین نمیشه. راست و چپ بودن قلب یا سایر اندام‌های بدن بر اساس صاحب در واقع اون قلب و اون اندام مشخص میشه. خب پس اینجا دیگه فهمیدیم که قضیه دهلیز چپ و دهلیز راست، یعنی در واقع راست و چپ بودن قضیه چیه. خب اینجا بچه‌ها ما میگیم این خونه 4 تا حفره داره، مثل خونه که 4 تا اتاق داره. آیا این اتاقا چجوری به هم راه دارن؟ در و پیکری بینشون نیست؟ دارین توی شکل میبینید که دقیقاً بینشون یه مرزی وجود داره و یه قسمتی وجود داره که ما بهش میگیم دریچه. ببینید بچه ها، دریچه ها رو روی شکل به شما نشون دادن، چون این دریچه ها باید باشند که عبور خون رو بتونن کنترل کنن. کی خون باید بره؟ بگن بازشن، بگن بفرمایید برید. اگر خون قرار نیست جا به جا بشه، باید بسته بشن و جلوی عبور خون رو بگیرن. درست شد؟ خب یه خورده دیگه ما با دریچه ها کار داریم که بعداً تو اسلاید های بعدی بهش برمیگردیم. فعلا در همین حد بدونید. پس دو تا دهلیز بالا، دو تا بطن پایین و دریچه هایی که بین این دو تا حفرات، این دو تا حفرات سمت چپ و راست رو از هم دیگه جدا میکنه. خب بریم ببینیم که این قلبی که ما حالا اینقدر بهش پرداختیم از چه بافتهایی تشکیل شده. توی فصل 11 چی خوندیم؟ که بافت سلول‌های همشکل و همکار رو میگن. درسته؟ خب حالا ببینیم که بافت‌های قلبی چیا هستن. ما از قلب یه تیکه جدا میکنیم، ما از قلب یه برش میدیم، این رو بزرگ میکنیم تا ببینیم که بافت‌های اون چیا هستن. شکل رو بچه خوب دقت کنید، بچه گل این قسمت رو ببینید. ضخیم‌ترین قسمت قلب همون خوشمزه هستش که تو اون دل و جگر و گوسفنده گفتم. در واقع یه بافت ماهیچه مخصوص به خود قلب، جای دیگه هم پیدا نمیشه. بهش میگن بافت ماهیچه قلب، ضخیمه و قسمت اصلی تشکیل دهنده قلب هست و در واقع همین هستش که منقبض میشه و اون کار پمپاژ خون رو در بدن انجام میده. در واقع تا وقتی که فرد زنده هست این کار انجام میشه. وقتی هم که جان به جان آفرین تسلیم کنه، قلب از حرکت میسته و دیگه پمپاژ قلب اتفاق نمیفته. از بافت ماهیچه قلبی که بافت اصلی هست بگذریم، ما میبینیم که درون این حفرات از داخل توسط یه لایه پوشیده شده. این بافت پوششی هست که درون حفره‌های قلب رو پوشونده و در بعضی از قسمت‌ها چی رو تشکیل میده؟ دریچه های قلبی رو تشکیل میده. پس بچه های گل، دریچه ها مال کدوم بافت هستن؟ در واقع مال بافت پوششی هست. خب همین دوتا بافت رو داریم. خیر، قلب عزیز ما، قلب دوست داشتنی ما که باید محافظت بشه، توسط یه بافت پیوندی از اطراف احاطه شده، در بر گرفته شده که کار حفاظت قلب رو انجام میده. پس ما چند تا بافت داشتیم در قلب؟ 3 تا بافت ماهیچه‌ای. ببینید بچه‌ها، بافت ماهیچه‌ای که گفتیم بافت اصلی است، کار پمپاژ رو انجام میده. بافت پوششی که گفتیم از داخل حفره رو میپوشونه و در تشکیل دریچه‌ها نقش داره. و بافت پیوندی که گفتیم از اطراف قلب رو احاطه میکنه و ازش مراقبت میکنه. خب بچه گل، ما تا اینجا راجع به حالا حفرات و دریچه ها اینا یه خورده صحبت کردیم، ولی تو شکلایی که از اول پاورتا حالا دیدید متوجه حضور یه قسمت های دیگه هم شدید. در واقع این قسمت ها رگ ها هستن که متصل به قلبن. رگ ها که متصل به قلبن با دوتا رنگ نشون داده شده. حالا بعضیشون سیاه رگن، بعضیشون سرخ رگن. خوب بچون این اسلاید رو با دقت گوش بدین که بسیار مهم هست. اگرم احساس کردین که حالا یه بعضی جاهاشو در واقع سخته براتون، اصلا تعجب نکنید، چون در واقع کلا مبحث سنگینی هست و احتیاج به مرور داره. و خوش به حال اون بچه‌ای که الان همراه با من یه نقاشی سریع روی کاغذشون میکشن تو توی ذهنشون بهتر تثبیت بشه. خب بچه گل، دهلیز راست رو پیدا کنید توی قلب. دیگه الان با سری پیدا کنید. این میشه دهلیز راست. درسته؟ خب بریم ببینیم که به دهلیز راست چه رگهایی راه دارن. نگاه کنید، اینجا رو ببینید و اینجا رو دنبال کنید، به این رگ راه داره.
بزرگ، سیاه رگ زبرین، یعنی سیاه رگی که زبر یعنی بالا دیگه، یعنی فوقانی، یعنی سیاه رگی که از بالا به دهلیز راست راه پیدا میکنه. از پایین دنبال کنید بچه ها، میرسیم به بزرگ سیاه رگ زیرین، یعنی یه سیاه رگ بزرگی که از پایین از اندام های تحتانی خون رو به دهلیز راست میاره. خب پس بچه ها، بزرگ سیارک زبرین و بزرگ سیارک زیرین خون اندام های بالا و پایین قلب رو به قلب میارن و وارد دهلیز راست میکنن. این خون بچه های گل چون از اندام ها اومده چیه؟ اکسیژنش مصرف شده، بنابراین اکسیژنش کمه و کربون دی اکسیدش بالا هست. درسته؟ پس اکسیژن که ما با O2 نشون میدیم کم هست و کربون دی اکسیدش که با CO2 نشون میدیم زیاد هست. درسته؟ پس این خون اینجوریه. حالا قرار اومده به دهلیز راست که چیکار کنه؟ که بره به ششها تبادل گاز اتفاق بیفته و پر از اکسیژن بشه. از اینجا میاد وارد بطن راست میشه. در بطن راست، حالا نگاه کنید بچه، بطن راست به چه رگی راه داره؟ دنبال کنید، میبینیم به سرخ رگ ششی راه داره. سرخ رگ ششی، رو اسما دقت کنید چون قرار من یه سوال ازتون بپرسم. پس میره وارد سرخ رگ ششی، از اسمش هم پیداست، میره توی شش چیکار کنه؟ میره توی شش این کربن دی اکسید زیاد رو تحویل بده و خودشو پر از اکسیژن کنه که این اتفاق میفته. اینجا ببینید بچه گل، من اینجا با یه رنگ دیگه بکشم که شما ببینید، اینجا گوده به سمت شش چپ، ما اینجا یه شش، مثلا این شش چپه، اینجا هم گوده به سمت شش راست، این مثلا شش راست هست. درسته؟ خب رفت توی شش، تبادل گاز اتفاق میفته، خونه پر از اکسیژن میخواد برگرده به قلب و از اونجا بره تقدیم بشه به یاخته ها. ببینید از شش چپ میاد به سیاه را، از طریق سیاه رگ های ششی میریزه به قلب. پس اینم از شش راست، از طریق سیاه رگ های ششی راست میریزه به قلب. به کجای قلب؟ به دهلیز چپ. اینا رو دیگه باید بلد باشین. پس چی ما تو دهلیز چپ داریم؟ یه خونه تازه و پر از اکسیژن. درسته که باید رنگ خونه روشن‌تر باشه از این، چون پر از اکسیژنه و این خونه که اینجا بود بهش میگن خونه تیره که اکسیژنش کم هست. خب حالا این خون از دهلیز چپ سرنوشت بعدیش چیه؟ این که از دهلیز چپ بره به بطن چپ و بطن چپ رو تو شکل بچه جون ببینید، این شکل ها کلی تفسیر داره. ببینید چه دیواره زخیمی داره. ببینید این دیواره، دیواره بطن چپه، بی علت هم آفریده نشده، چون قراره یک انقباض با شکوه و قدرتمند رو بطن چپ انجام بده و این خون تازه و پر اکسیژن رو بفرسته به تمام بدن که این کار رو هم انجام میده، دستش هم درد نکنه. بذارید من با یه رنگ دیگه نشون بدم. ببینید خون، این خون تازه، البته رنگش خورده تیره است، بذارید عوض کنیم. این خون تازه از اینجا میره توی سرخ رگ آورت. ببینید چی نوشته؟ بزرگ سرخ رگ آورت، در واقع قدرت بزرگترین و قوی ترین سرخ رگ بدن هست که از بطن به بطن چپ وصل و این خون تازه رو به کل بدن میرسونه. درست شد؟ خب پس ما اینجا یه جریان خون رو بررسی کردیم. خون تیره و با اکسیژن کم اومد، رفت تو ششها تصفیه شد، برگشت به دهلیز چپ، رفت تو بطن چپ و از اینجا با یه پمپاژ قوی رفت تو سرخ رگ آورت که از اونجا بره تو بدن و در خدمت یاخته ها قرار بگیره. خب یه سوال بچه، اون سوالی که گفتم و میخوام اینجا ازتون بپرسم. ببینید ما اینجا راجع به سرخ رگ ها و سیاه رگ ها صحبت کردیم، تو اون اسلاید نقش مفهومی هم بهتون گفتم فکر نکنید بعضی رگ ها سرخن بعضی ها سیاهن. حالا اینجا میخوایم یه تعریفی از سرخ رگ و سیاه رگ بدیم. با این صحبتی که اینجا کردیم به نظر شما به چی ما میگیم سرخ رگ و به چی میگیم سیاه رگ؟ اگر دقت کرده باشیم بچه ها، ما اینجا میتونیم یه تعریف خوب برای سرخ رگ و سیاه رگ بگیم. بگیم سرخ رگ رگ هایی هستش که خون رو از قلب بیرون میبره. درسته؟ و سیاه رگ رگ هایی هست که خون رو به قلب برمیگردونه، صرف نظر از این که این خون
تیره باشه یا روشن، این خون پر اکسیژن باشه یا از اکسیژن کمی برخوردار باشه. پس ببینید مثلا سرخگ آورد خون رو از بطن چپ بیرون میبره، اینجا سیاهرگ زبرین و بزرگ سیاهرگ زیرین خون رو به قلب میارن. پس این تعریف سرخک سیاهرگ شد. سرخرگ رگی که خون رو به قلب از قلب خارج میکنه و سیاهرگ ها رگ هایی که خون رو به قلب برمیگردونن. خب ممکنه یه سوال براتون پیش بیاد، یعنی امیدوارم این سوال براتون پیش بیاد که آیا همینطور که ما بین حفرات قلبی دریچه داریم، بین بطن، ببینین بین این بطن و این رگ هم دریچه داریم؟ اصلا باید باشه وگرنه خون بر میگرده بچه ها. بنابراین پس ما بین بطن ها و سرخ رگ هایی که از قلب خارج میشه هم دریچه داریم. حالا بیاین نامگذاری کنیم بچه گل. بذاری من رو پاک کنم که بتونیم در آرامش نامگذاری کنیم. ببینیم بچه ها، دریچه هایی که بین دهلیز و بطن، یعنی دهلیز و بطن وجود داره، ما بهش میگیم دریچه های دولختی و سلختی. حالا اون که در سمت راست هست بهش میگیم دریچه سلختی، چون سه تا تیکه داره، یه دریچه سه تیکه هست بهش میگیم سلختی، دریچه سلختی. و اون که در سمت چپ هست بهش میگیم دولختی، میترال هم بهش میگن، که یعنی میترال اسمشه که فارسی رو پاس بدانیمش میشه دولختی، که در واقع حتما به گوشتون خورده دولختی، برای اینکه دو قسمتیه. خب دریچه های بین سرخرگ ها و بطن ها چه نام دارن؟ بهش میگن دریچه های سینی، دریچه سینی. حالا اون که بهش میگن سینی آورتی، که خب بین بطن چپ و آورت هست، اونم بهش میگن دریچه سینی ششی، که بین بطن راست و سرخرگ های سرخرگ ششی هست. درست شد؟ خب بگذاریم ازش. این اسلاید، اسلایدهای در واقع مروری و جاخالی پر کردن ماست، یعنی یه چیزی که درس دادیم حالا میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. سرخک ها گفتیم خون رو از قلب خارج میکنن، بگیم بچه ها شامل، شکلم اینجا گذاشتم که ببینید شامل چیا بودن بچه های گل؟ آورت، درسته؟ آورت که همون اول باید بگیم که بهش بر نخوره، یا سرخرگ ششی که در واقع خون رو از قلب خارج میکنه میبره به ریه. سیاه رگ ها گفتیم خون رو به قلب بر میگردونن، شامله بگید بچه گل بزرگ سیاه رگ زبرین و زیرین هم هست، و سیاه رگ ششی که گفتیم خون ترتمیز و پر اکسیژن رو از شش ها بر میگردونن به قلب. خب یه سوال ممکنه برای شما پیش اومده باشه که پس خود قلب چیه؟ یا بگین که خوش به حال قلب که خون میاد توش میره و میاد و خودش همونجا تغذیه میشه. خیر، از این خبرها نیست. قلب خیلی قانونمنده، پارتی بازی هم نمیکنه، به خودش میگه تو هم مثل بقیه. برای همین از سرخرگ آورد رگی جدا میشه که میره به قلب غذادهی رو انجام میده. پس ما رگهای تغذیه کننده قلب رو داریم که از آورد جدا میشن، که به این رگ‌های تغذیه کننده میگیم رگ‌های تاجی یا کرونری یا رگ‌های اکلیلی. پس رگ‌های اکلیلی، تاجی یا کرونری رگ‌های تغذیه کننده قلب هستن که از کجا جدا میشن؟ از آورت. خب در مورد قلب صحبت کردیم، در مورد اون گردش خونی که داخل خود قلب اتفاق میفته، ولی ما میخوایم ببینیم حالا این گردش خونی که توی قلب اتفاق میفته و در واقع میخواد منجر به این بشه که این قلب به یاخته های بدن غذادهی رو در واقع انجام بده، گازهای تنفسی رو برسونه، در سر تا سر بدن چه اتفاقی میفته. این شکل رو ببینید بچه گل. البته دیگه یه بخشی از این داستان رو الان قشنگ دیگه شما وارد هستین. ما میخوایم از بطن چپ شروع کنیم، از اون جایی که اون خون ترتمیز، روشن و پر اکسیژن میخواد پمپ بشه به کل بدن. شکل رو ببینید، اینجا ما بطن چپ رو داریم، درسته؟ با یه انقباض قوی و شکوهمند چیکار میکنه؟ خون رو با فشار وارد کجا میکنه؟ دیگه اینا رو بلدین، وارد سرخرگ آورت میکنه، درسته؟
ما گفتیم آئورت هی ریستر و ریستر میشه، تبدیل به سرخرگ های کوچیکتر و باریکتر میشه و اونقدر در نهایت باریک میشه که دیگه ما بهش میگیم مویرگ. درسته؟ خب این مویرگ هستش که در کنار یاخته ها قرار میگیره، مثل اون شیر آبی که تو آشپزخونه باز میکنید لیوان آب رو میخورید، اون داستانی که براتون گفتم. درسته؟ پس از طریق مویرگ ها تبادل مواد با دونه دونه یاخته ها اتفاق میفته، اکسیژن مواد غذایی تقدیم میشه، کربن دی اکسید و مواد زاید تحویل گرفته میشه، دوباره این مویرگ هایی که حالا خون تیره و کم اکسیژن رو دارن به هم میپیوندن، توی شکل کاملا مشخصه، سیاه رگ ها رو تشکیل میدن که از طریق بزرگ سیاه رگ زیرین و بزرگ سیاه رگ زبرین میریزن به دهلیز راست. درست شد؟ این یه داستانی که اینجا اتفاق افتاد و یاخته ها خونه در واقع پر اکسیژن رو گرفتن و خونه کم اکسیژن رو تحویل قلب دادن. اینو بچه جون بهش میگن گردش خون عمومی یا سیستمیک. اینجا نوشته گردش خون سیستمیک یا عمومی. خب حالا ازتون میپرسم اگر دقت کرده باشین به حرفای من الان میتونین جواب بدین گردش خون سیستمیک یا عمومی بچه گل از کجا شروع شد؟ از بطن چپ. درسته؟ به کجا ختم شد؟ به دهلیز راست. از بطن چپ اومد به دبستون رو انجام داد، برگشت به دهلیز راست. اینو خاطرتون باشه. آیا همه داستان اینه؟ نه، یه داستان دیگه هم داریم، چون این خون تیره قرار تبدیل بشه دوباره به خون روشن، یه بار گردش که نداریم. بقیه داستان اینجا اتفاق میفته، خون تیره که از دهلیز راست اومده توی بطن راست، از بطن راست پمپاژ میشه، میره به کجا؟ میره به ششها که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. در ششها خون پر اکسیژن میشه، بر میگرده به دهلیز بگی چپ. درست شد؟ خب دوباره ازتون سوال میپرسم از کجا شروع شد؟ از بطن راست. به کجا ختم شد؟ به دهلیز چپ. درست شد؟ خب این رو بچه جون بهش میگن گردش خون ششی. پس ما چند نوع گردش خون در بدن داریم؟ یه گردش خون عمومی که خون رو در دسترس، در واقع مواد غذایی رو در دسترس یاخته ها قرار میده و مواد زاید رو جمع میکنه، و یک گردش خون ششی داریم که در واقع خون تیره رو میبره و خون روشن رو برمیگردونه. خب بیایم دوباره مرور و پر کردن جا خالی ها. ما گفتیم که چند نوع گردش خون داریم؟ انواع گردش خون میخوایم بررسی کنیم. یک، گردش خون عمومی یا سیستمیک که گفتیم هدفش چیه؟ هدفش این هستش که خون روشن رو ببره به اندام ها، اکسیژن مواد غذایی رو تقدیم کنه و مواد زاید و کربن دی اکسید رو برگردونه. از کجا شروع میشد؟ از بطن چپ. جا خالی رو پر کنیم بچه ها. بطن چپ خونش رو به کجا پمپ میکرد؟ بگین. دیگه ما سرخرگش رو نمی‌نویسیم. آئورت معرف حضور همه هست. از آئورت میره به اندام‌ها. درسته؟ از اندام‌ها، یعنی در اندام‌ها تبادل مواد صورت میگیره. تبادل مواد در قالب چه رگ‌هایی صورت میگیره؟ بگید. مویرگ‌ها. اصلا تبادل مواد یعنی مویرگ. درست شد؟ خب حالا این مویرگ‌ها گفتیم که باز دوباره به هم میپیوندن، چون میخوان خون تیره رو برگردونن به قلب. مویرگ ها به همدیگه میپیوندن. کدوم سیاه رگ های بزرگ رو تشکیل میدن؟ بزرگ سیاه رگ های زیرین و زبرین. و خون این بزرگ سیاه رگ ها به کجا میریزه؟ به دهلیز راست. دیگه اینو باید با من قشنگ کامل کرده باشین. خب پس از بطن چپ شروع شد، به دهلیز راست ختم شد. حالا گردش خون ششی که گفتیم هدفش این هستش که خون تیره رو تبدیل کنه به خون روشن، گفتیم از بزرگ سیارک ها تو دهلیز راست وارد میشه که این مالا گردش خون عمومی بود. حالا از اینا از دهلیز راست میریزه به بطن راست، از بطن راست از طریق سرخرگ ششی خارج میشه. خب حالا این سرخرگ ششی خون رو به کجا میبره؟ میبره به ششها. در ششها تبادل گازها اتفاق میفته، خون روشن از طریق سیاه رگهای ششی برمیگرده به دهلیز چپ. نتیجه گیری و
بچه های گل گردش خون عمومی و ششی هر دوتا از چه حفره قلب شروع میشه؟ هر دوتاشون از بطن شروع میشن. به کجا ختم میشن؟ به دهلیز. چون بطن باید پمپ منقبض بشه، پمپ کنه و از قلب خارج کنه و بعد به دهلیز برمیگردن. راست و چپش هم دقت کنید که برعکسه. درست شد؟ یه نکته دیگه بچه اینجا بهتون بگم، چون برای بعضی ممکنه در واقع سوء تفاهمی پیش بیاد، فکر کنن مثلا بدن گردش خون عمومی خودش رو انجام میده، بعد اون دستش میذاره رو هم منتظر وای میسه حالا اون گردش خون ششیش انجام بده. خیر، گردش خون عمومی و ششی همزمان با هم انجام میشه، یعنی همزمان با هم ما انقباض بطن چپ و راست رو داریم. بطن چپ گردش خون عمومی رو انجام میده، بطن راست با انقباضش گردش خون ششی رو انجام میده، یعنی این دوتا کار موازی داره انجام میشه. بچه ها این رو قشنگ به ذهنتون بسپرید. خب راجع به ساختار رو صحبت کردیم، بریم راجع به عملکرد قلب یه صحبت مختصری داشته باشیم. اینو بچه ها خوب دقت کنید، البته خیلی آسونه ها ولی باید دقت رو حسابی داشته باشیم. ما میخوام ببینیم که کار قلب چجوری انجام میشه، اصلا این اندام توی بدن ما چجوری کارش انجام میده، این اندام دوست داشتنی. در واقع قلب وقتی که دهلیزاش پر خون میشه، دهلیزاش پر خون میشه یعنی این مرحله، یه انقباضی در دهلیزها اتفاق میفته که این انقباض فقط یک دهم ثانیه ناقابل هست، یک دهم ثانیه. در اثر این انقباض دیگه شما داستان رو بقیهش رو میدونی چی میشه، خونی که در اون دهلیز ها هست خالی میشه، چون انقباض یعنی که جمع میکنه خودش رو دیگه، خون خالی میشه. حالا بقیه داستان رو بگید، خونی که خالی میشه کجا میره؟ قطعا وارد بطن ها میشه دیگه، درسته؟ ببینید تو فلش هم مشخصه. خب مرحله بعدی رو راحت میتونید حدس بزنید. مرحله بعدی زمانی هستش که بطن هایی که پر خون هست حالا میخواد منقبض بشه، پس ما انقباض بطنی رو داریم در مرحله بعد. از شکل قلبم مشخص هست انقباض بطنی. خب وقتی که انقباض بطنی رو ما داریم، در واقع بطن منقبض میشه، بطن ها منقبض میشه و خون از طریق سرخک ها خارج میشه. این مرحله بچه گل 0.3 ثانیه زمان میبره. پس 0.1 ثانیه انقباض دهلیز، 0.3 ثانیه انقباض بطن. حالا قلب حفراتش کار خودشونو کردن، خستن، احتیاج به استراحت دارن. این مرحله استراحت 0.4 ثانیه است. ببینیم بچه قلب چقدر زرنگه، یعنی 0.1 انقباض دهلیزشه، 0.3 انقباض بطن، استراحتش از این دوتا کم نداره، 0.4 ثانیه استراحت عمومی داره. خب مجموع این ستا رو بچه گل بهش میگن ضربان قلب یا دوره قلبی، یعنی انقباض دهلیز به اضافه انقباض بطن به اضافه استراحت عمومی، ستاش روی هم میشه ضربان یا دوره قلبی. حالا بیام یه خورده ریاضی کار کنیم، به من بگید که مجموع این سه تا چقدر طول میکشه، یا به عبارت دیگه ضربان یا دوره قلبی چقدر طول میکشه؟ جمع بزنید 0.8 ثانیه. یعنی ببینید بچه ها به 1 ثانیه هم نمیرسه، از 1 ثانیه کمتره. حالا این دفعه برید سرتون رو بزنید روی سینه پدر مادرتون و اون ضربانشون رو گوش بدین، ببینید با چه سرعتی زده میشه، یعنی هر ضربان کمتر از 1 ثانیه زمان میبره. خب حالا بچه من بهتون 30 ثانیه فرصت میدم که وضعیت دریچه های قلبی رو در دوره قلبی بررسی کنید. ببینید منظوری که ببینید در مرحله انقباض دهلیز ها که دهلیز منقبض میشه خون خارج میکنه و انقباض بطن ها و استراحت عمومی، وضعیت دریچه های دولختی و سلختی و وضعیت دریچه های سینی به چه شکل هست؟ این رو پاسخ بدید.
خب نوشیم بچه ها، بیاییم با هم چک کنیم مرحله انقباض دهلیز. توی شکل ببینید، انقباض دهلیز یعنی زمانی که دهلیز میخواد منقبض بشه، خونش رو بفرسته به بطن. پس باید دریچه های بین دهلیز و بطن باز باشه، درسته؟ خیلی منطقیه دیگه. پس دریچه های دو لختی و سه لختی بگید باز هستن، درسته؟ دریچه های دو لختی و سه لختی باز هستن، بسته باشن که نمیشه خون رد بشه. حالا دریچه های سینی که در واقع بین بطن و سرخ رگ ها هستن، اونا بسته هستن. اینجا شما توی شکل هم میبینید لزومی برای باز بودن نیست، چون قرار فقط خون رد بشه وارد بطن بشه. انقباض بطن ها زمانی که قلب، در واقع بطن ها اون انقباض قویه رو انجام میدن و خون رو میفرستن به سرخرگ ها، سرخرگ آورد و سرخرگ ششی. خب دریچه های دو لختی و سه لختی بچه ها بازن یا بسته؟ اگر باز باشن چه اتفاقی میفته؟ خون بر میگرده به دهلیز ها، پس باید بسته باشن. دریچه های سینی خب باید باز باشن دیگه که خون بتونه وارد سرخک ها بشه. مرحله استراحت عمومی، اون مرحله 14 ثانیه هی، وضعیت دریچه ها بچه ها شبیه وضعیت دریچه ها در انقباض بطن ها هست. یعنی دو لختی و سه لختی باز هستن، بازه که حالا مثلا خون وارد میشه، در واقع میتونه یه بخشی از خون وارد بطن ها بشه، ولی دریچه های سینی قطعا بسته هستن. چرا؟ علت داره بچه ها. چون بطن تازه از انقباضش خارج شده و اگر این دریچه های سینی باز باشن، خون از سرخرگ بر میگرده دوباره به بطن. درست شد؟ آفرین به اون بچه هایی که درست پاسخ داده بودن. خب الان ما قلب رو تموم کردیم، میخوایم در مورد جزء دوم دستگاه گردش خون یعنی رگ ها صحبت کنیم. البته الان دیگه شما کلی اطلاعات راجع به رگ ها داریم، اینجا هم میخوایم یه جمع بندی بکنیم و اینکه اختلاف این رگ ها رو با هم دیگه مرور کنیم. انواع رگ ها چیا بودن بچه گل؟ یکی اینکه ما سرخ رگ ها رو داریم، سیاه رگ ها رو داریم و موی رگ ها رو داریم که در واقع پل ارتباطی بین سرخ رگ ها و سیاه رگ ها هستن. تو این شکل هم قشنگ مشخصه، درسته؟ خب ما یه اصلی رو توی در واقع زیست شناسی و در موجودات زنده داریم که خداوند اومده هر چیزی رو متناسب با عمل کردی که قرار اون قسمت انجام بده یا اون موجود انجام بده، ساختارش رو تخصصی کرده، درسته؟ به عبارت دیگه ساختار متناسب با عمل کرد هست. خب بریم عمل کرده رو اول بررسی کنیم. سرخ رگ قراره اون خون پرفشار و قوی رو که بطن چپ با اون انقباض قویش واردش کرده بگیره ببره به اندام ها. اگر ضعیف باشه، دیوارش نازک باشه، ممکنه اتفاق بدی براش بیفته، سرخ رگ پاره بشه. بنابراین دیوارش باید زخیم باشه، درسته؟ با دیواره زخیمی داشته باشه که بتونه اون فشار رو تحمل کنه و اینکه قابل ارتجاع باشه. قابل ارتجاع یعنی چی؟ یعنی کشسانی داشته باشه. بذارید من یه چیزی بهتون نشون بدم. این رو ببینید بچه‌ها، یه وسیله خیلی ساده، اسمش بادکنکه دیگه. منم کم بادش کردم، میتونید تو خونه همچین کار رو انجامش بدید. این خاصیت کشسانی و ارتجاع یعنی چیه؟ یعنی که انعطاف داره. ببینید بچه، من این بادکنک رو میگیرم تو دستم، وقتی پایینش رو فشار میدم قسمت بالاش باد میشه. این در واقع اون هوایی که در پایین هست و من فشارش میدم میره در قسمت بالا قرار میگیره، خیلی راحت و خیلی انعطاف پذیر، درسته؟ بنابراین این بادکنک خاصیت کشسانی و خاصیت ارتجاعی داره، درسته؟ چرا؟ چون اگر اینجوری نباشه که اصلا نمیتونه کارش انجام بده. خون از بطن وارد سرخرگ میشه، ببینین از بطن وارد سرخرگ میشه، این حجم خون باید یه جایی داشته باشه. برای اینکه این جا رو بده به خون، سرخرگ باید قابل ارتجاع باشه، باید کشسان باشه. خب این خون وارد سرخرگ شد، وارد سرخرگ های کوچیکتر، کوچیکتر و کوچیکتر تا اینکه رسید به مویرک ها. مویرک ها بچه کارشون چیه؟ گفتیم تبادل مواد در محل مویرک ها اتفاق میفته، همون شیر آب توی آشپزخونه، همون لوله های باریک انتهایی، درسته؟ خب به من بگید بچه گل، اگر مویرک
دیوارش ضخیم باشه میتونه این تبادل رو انجام بده؟ شما میتونید از اون لوله بزرگی توی تصفیه خونه آب استفاده کنید؟ خیر. بنابراین مویرگ باید یه دیواره نازک داشته باشه که بتونه تبادل مواد خیلی راحت انجام بده. مواد از دیوارش به راحتی جابجا بشن که این اتفاق هم افتاده. پس مویرگ ساختار شجیریه، یه دیواره با یک لایه بافت پوششی ناقابل. پس یه دیواره داره با یه لایه بافت پوششی که نازکه و نفوذ پذیره و راحت میتونه تبادل مواد رو انجام بده. پس این ضخیم ارتجاعی سرخرگ میاد تو مویرگ، دیواره نازک با یه لایه بافت پوششی تبادل رو انجام میده، مواد زاید و کربن دی اکسید رو میگیره، به هم میپیونده و وارد سرخرگ سیاهرگ میشه. خب سیاهرگ ها بچه از قلب دورترن نسبت به سرخرگ ها دیگه. آیا نیازی هست اون دیواره زخیم رو داشته باشن؟ آیا نیازی هست اون کشسانی رو داشته باشن؟ وقتی نیاز نیست پس وجود هم نداره. بنابراین سیاهرگ ها نسبت به سرخرگ ها دیواره نازکتر دارن و خاصیت ارتجاعی کمتر، یعنی نسبت به سرخرگ ها کمتر کش میان چون نیازی هم نداریم. درست شد؟ حالا بریم یه استراحت بکنیم. آخ جون کارتون. علاوه بر این که استراحت میکنید حالا میخندید و اینو خوشتونم میاد، ما قراره از این یه استفاده علمی هم بکنیم. خوب دقت کنید، شیر آب رو باز میکنه، آب میاد تو شیلنگ، چه اتفاق میفته؟ شما یه موجی رو تو این شیلنگه میبینید که حالا بعد بنده خدا رو خیس میکنه. خوب دقت کنید، بذارین دوباره من این بادکنکه رو بهتون نشون بدم. حتما این بادکنک رو تو خونه تهیه کنید، کلی کمکتون میکنه. ببینید همچین اتفاقی داره تو این شیلنگه میفته، درسته؟ یعنی آب وارد شیلنگ میشه و این آبی که وارد شیلنگ شده در این آب با فشار داره در طول شیلنگ حرکت میکنه و این موج رو ایجاد میکنه. این موج در طول شیلنگ حرکت میکنه و هی گشاد و تنگ میشه. اول گشاد میشه، جلوتر که میره تنگ میشه و قسمت جلوتر در شیلنگ رو گشاد میکنه. درست شد؟ همچین اتفاقی توی رگهای ما میفته. یعنی وقتی بطن چپ اون انقباض با شکوه رو انجام میده، ما گفتیم سرخرگ آورت با اون خاصیت ترکی دیگه، حالا ما در واقع استفادهمون ازش کردیم، اون فشار رو به سرخرگ آورت میاره. سرخرگ آورت در مرحله اول گشاد میشه، بعد خون عبور میکنه، بر میگرده به حالت اولش، درسته؟ این موجی که گفتیم در طول سرخرگ حرکت میکنه و در واقع در بعضی از قسمت ها نبض رو به وجود میاره. یعنی همه این صحبت ها رو کردیم که بگیم نبض. درست شد؟ خب اولا بچه نبض رو احساس کنیم، بعد بریم در واقع مرور و جا خالی رو پر کنیم. دو تا انگشتتون رو بذارید روی مچ دستتون و خوب دقت کنید ببینید اون ضربان قلبتون رو میتونید روی مچ دستتون احساس کنید. اگه تا حالا دکتر رفتید شاید این کار رو باهاتون انجام داده باشه، انجام دادم که در واقع انگشت‌ها رو میذارن روی مچ دستتون و منتظرن که اون ضربان رو احساس کنن. این رو میگن نبض. در واقع همون داستانی که تعریف کردیم، بطن چپ خون رو با فشار میفرسته تو آورد، آورد گشاد میشه، بعد به حالت اولش برمیگرده و این موج در طول سرخرگ انتقال پیدا میکنه که در بعضی از جاها به صورت نبض احساس میشه. این بعضی جاهایی هم که میگیم به صورت نبض احساس میشه باید نزدیک پوست باشه بچه ها، مثل این مچ دست یا رگ از روی استخوان عبور کرده باشه که در این جور جاها نبض احساس میشه. پس قلب با هر ضربان یک بار خون را با فشار به درون سرخرگ وارد میکنه. پس هر ضربان یک بار خون را با فشار درون سرخرگ وارد میکنه. خب این فشاری که به درون سرخرگ، در واقع این فشار خونی که با فشار به سرخرگ وارد میشه، باعث میشه که دیواره سرخرگ گشاد شود و بعد از عبور خون به حالت اول برگردد.
درست شد. پس ما اینجا یه موجی داریم که این موج در طول سرخرگ حرکت می کند و چی رو به وجود میاره؟ نبض رو به وجود میاره. پس این موج در طول سرخرگ حرکت می کنه، نبض رو به وجود میاره. کجا نبض رو احساس می کنیم؟ در رگ‌های نزدیک به سطح بدن، به ویژه اونجاهایی که رگ از روی استخوان عبور میکنه، چون هم زیر پوست از روی استخوان هم عبور میکنه، در واقع سطح سفت زیرش هست که به راحتی ما بتونیم نبض رو احساس کنیم. حالا یه سوال بچه ها، چرا اصلا در واقع پزشکا از این نبض استفاده میکنن؟ چون نبض در واقع نماینده از ضربان قلب دیگه، درسته؟ بنابراین به جای اینکه از ضربان قلب در واقع یه نمونه بگیرن، میتونن از نبض استفاده کنن. درست شد؟ خب حالا درسمون رو بچه‌ها ما تا این قسمت دادیم. قسمت سوم دستگاه گردش مواد که خون باشه، به اضافه یه سری از عملکردهای دستگاه گردش مواد میمونه برای جلسه بعد. بریم یکی دو تا تست بزنیم. سوال یک، در گردش عمومی خون از کجای قلب خارج میشه و در گردش ششی خون به کجای قلب برمیگرده؟ گردش عمومی چی بود؟ صورت سوال رو دقت کنید، گردش ششی چی بود؟ گردش عمومی، در گردش عمومی خون از کجا خارج میشد به کجا برمیگشت؟ از بطن چپ، اون بطن قویه با اون انقباض قوی خارج میشد، میرفت در اختیار یاخته ها قرار میگرفت و برمیگشت به دهلیز راست. هدفش هم گفتیم غذا رسانی و اکسیژن رسانی بود. در گردش ششی خون از کجا خارج میشد؟ از بطن راست به کجا برمیگشت؟ به دهلیز چپ. هدف چی بود؟ به دوستون های گازی که توی شش اتفاق میافتاد، خون تیره میرفت، خون روشن برمیگشت. با این حرفایی که زدیم جواب میشه کدوم گزینه؟ بگید. در گردش عمومی خون از بطن چپ، یعنی این دو تا گزینه 3 و 4 رو میتونیم بررسی کنیم. 1 و 2 کاملا غلطه و در گردش ششی خون به دهلیز چپ برمیگرده. پس جواب میشه گزینه 4. درست شد؟ خب بریم سوال دوم. در مرحله انقباض دهلیزها دریچه دولختی و سه‌لختی و دریچه سینی به چه وضعیتی هست؟ میخواد وضعیت دریچه ها رو تو مرحله انقباض دهلیز ها بدونن. خب انقباض دهلیز ها همون انقباض کوتاهه که گفتیم 1/10 ثانیه زمان میبره، درسته؟ خب دریچه های دولختی و سه‌لختی به چه شکل هستن؟ انقباض دهلیز ها بچه یادتونه دیگه، دهلیز ها اون بالا هستن، منقبض میشن، خون میخواد وارد بطن ها بشه. دریچه بین، شما الان دیگه باید بدونید دریچه بین دهلیز ها و بطن ها چی نام داشتن؟ دریچه بین دهلیز ها و بطن ها دریچه های دولختی و سه‌لختی بودن. حالا دولختی سمت چپ، سه‌لختی سمت راست. به هر حال این دوتا بین دهلیز و بطن بودن. دریچه های سینی چی بودن؟ بین بطن و سرخرگ ها. خب پس در مرحله انقباض دهلیز ها باید دریچه های دولختی و سه‌لختی باز باشن، درسته؟ چون خون میخواد وارد بطن ها بشه و گفتیم دریچه های سینی بسته هستن، مثل حالت استراحت عمومی. پس جواب چی میشه؟ جواب میشه باز و بسته که گزینه 1 میشه. درست شد؟ امیدوارم درست زده باشین و از این جوابتون لذت برده باشین. خب یه فیلم رو با هم ببینیم بچه گل. من این خورده روش صحبتم میکنم که در واقع درس رو یه مروری بکنیم. خب اینجا بچه قلب رو میبینید که داره ضربان خودش رو انجام میده، درسته؟ بگین سمت راست قلب، سمت چپ قلب. رگ ها رو میبینید، سرخ رگ ها، سیاه رگ ها میرن به اندام ها. اینجا رو ببینید، ارتباط بین سرخ رگ ها و سیاه رگ ها موی رگ ها هستن که در واقع در اینجا تبادل مواد با سلول ها انجام میشه. درست شد؟ موی رگ ها گفتیم بسیار دیواره نازکی دارن و محل تبادل مواد با یاخته ها هستن. خب با این اعداد و ارقام ما کاری نداریم. ببینید بچه ها، خون تیره از طریق بزرگ سیاه رگ زبرین و بزرگ سیاه رگ زیرین وارد دهلیز راست شد، از اونجا وارد بطن راست شد. ببینید چقدر قشنگ انقباض پیدا میکنه، خون از طریق
سرخرگ ششی میره به ششها، تمیز و خوشگل و پر اکسیژن میشه و خون پر اکسیژن برمیگرده به دهلیز، بگید چپ. از دهلیز چپ بقیه داستان میره به بطن چپ و از بطن چپ از طریق سرخرگ آورت و با اون انقباض قوی در سر تا سر بدن پخش میشه. دریچه ها رو بچه گلدار نشون میده، دریچه سه لختی بین دهلیز و بطن راست، دریچه دو لختی بین دهلیز و بطن چپ. درسته؟ انقباض رو داره نشون میده. دریچه های سینی رو دارید اینجا میبینید که بین بطن ها و سرخرگ ها هستن و در واقع اینجا اون کار قلب رو داره به شما نشون میده. انقباض هایی که اتفاق میفته، این مرحله انقباض بطن هست، همون 0.3 ثانیه که گفتیم خون رو به سرخرگ ششی و سرخرگ آورت میفرسته. اینجا گفتم که بچه ها گردش خون عمومی و ششی در واقع همزمان با هم انجام میشه، یعنی ما همزمان با هم انقباض دو تا بطن رو داریم. درست شد؟ خب میبینید دیگه بچه ها، انقباض بطن، انقباض دهلیز، یه مرحله استراحت و دوباره دوره بعدی که کلن گفتیم ناقابل 0.8 ثانیه طول میکشه. اینجا بچه گل رگ‌های کرونری یا تاجی یا اکلیلی رو نشون میده که گفتیم رگ‌های تغذیه کننده قلب هستن و همون اول از آورت منشعب میشن. خب این فیلم تا اینجاش مربوط به شما هست. بعدش راجع به در واقع پیام‌های الکتریکی و شبکه حادی قلب صحبت میکنه که انشالله تو سالهای بالاتر و در متوسطه دوم میخونید. و اما پایان بخش جلسمون، پیامبر عزیزمون فرمودن که بهترین قلب‌ها قلبیه که ظرفیت بیشتری برای خوبی داره و بدترین قلب‌ها قلبیه که ظرفیت بیشتری برای بدی داره. پس عالی ترین قلب قلبیه که خوبی رو در خودش داره، لبریز از خوبیه. اگر سخنی بگه سخنش در خور پاداشه و اگر سکوت کنه سکوتش هم در خور پاداش هست. انشاءالله که بهترین قلب رو داشته باشیم و جز اون کسی نباشیم که قلبمون قلب بدی باشه و در اون پر از بدی در واقع انباشه و لبریز شده باشه. موفق و پایدار باشید.